سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. مردانی که سرطان یا بزرگی پروستات دارند و در آنها این بیماری تشخیص داده شده، ممکنه بخواهند میزان روغن ماهی رو در رژیم غذایی خود افزایش بدن. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که روغن ماهی ممکنه با تأثیر بر سیستم ایمنی پیشرفت سرطان یا بزرگی پروستات رو به تأخیر بیندازه. به طور خاص این مطالعه حیوانی تأثیر رژیم غذایی مبتنی بر روغن ماهی رو بر ماکروفاژهای مرتبط با تومور بررسی کردند. سلولهایی که نقش مهمی در ایجاد سرطان داشتند، برای انجام این کار معقان یک رژیم غذایی پرچرب روغن ماهی با روغن ذرت رو به موشهایی که مبتلا به تومورهای سرطان پروستات بودند تزریق کردند. به طور کلی روغن ماهی در مقایسه با موشهایی که روغن ذرت داده شده بودند از نفوذ TAM جلوگیری کرد و پیشرفت سرطان پروستات رو به تأخیر انداخت. سطح نشانگرهای سرطانی مختلف در سیستم ایمنی در موشهایی که از اسیدهای چرب امگا 3 تغذیه می کردند در مقایسه با موشهایی که با روغن ذرت تغذیه شده بودند کمتر بود. این یافته‌ها پتانسیل روغن ماهی رو در تأثیرگذاری بر پیشرفت سرطان پروستات انسان از طریق سیستم ایمنی نشان داد. در تحقیقات جدیدتر، تیمی داده‌های 44 مطالعه رو در مورد ایمنی و اثر بخشی اسیدهای چرب امگا 3 مشتق شده از ماهی در بروز و پیشرفت سرطان پروستات بررسی کردند. به طور کلی یافته‌ها متفاوت بودند. برخی از مطالعات نشان دادند که کاهش التهاب و سایر نشانگرهای سرطانی به عنوان مثال سیتوکین‌ها و کوموکاین‌ها و همچنین کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات مرتبط با مصرف بیشتر گسه ارتباط معنیداری وجود داشت. محققان به این نتیجه رسیدن که ارتباطی بین مصرف بیشتر امگا 3 و کاهش مرگ و میر پروستات وجود داره، اما مردان مبتلا به سرطان و یا بزرگی پروستات می توانند از گنجاندن روغن ماهی بیشتر در رژیم غذایی خودشون سود ببرند. از جمله منابع روغن ماهی در رژیم غذایی می توان به ساردین و صدف اشاره کرد. هم ساردین و هم صدف منابع بسیار خوبی از اسیدهای چرب امگا 3 هستند و دارای دو اسید EPA و DHA هستند. صدف ها نیز گزینه بسیار پایدار و سازگار با محیط زیست هستند. حدود 90% از ماهی‌های جهان یا به طور کامل صید شده اند یا مورد بهره برداری قرار گرفتند، اما این موضوع در مورد صدف صدق نمی کند. برای مردانی که به هر دلیلی از خوردن ماهی اجتناب میکنند یا فقط گاهی آن را در رژیم غذایی خودشون قرار میدن، مکمل‌های روغن ماهی گزینه خوبی برای سلامتی کل بدن هستند. در مورد خرید امگا 3 دقت بیشتری کنید که حاوی مواد مصنوعی آلرژن یا GMO نباشد. در غیر این صورت در بدن تأثیری نخواهد داشت. همینطور مصرف پرخاصیت مواد نیترات رو دست کم نگیرید. اگه چغندر جزء منظم رژیم غذایی شما نیست، وقت اونه که نگاهی دوباره به این سبزی فراموش شده بیاندازید. چغندر و آب چغندر سرشار از نیتراته، موادیه که رگ‌های خونی رو باز میکنه و جریان خون و گردش خون رو افزایش میده و میتونه به عنوان یک درمان طبیعی برای اختلال نعوس هم کمک بکنه. در واقع ریشه گیاه چغندر دارای بالاترین میزان نیترات در بین سبزیجات مصرفی برای انسان است. در کنار آب لبو، اسفناج همچنین دارای نیترات بالایی است و به عنوان غذایی که میتونه سلامتی جنسی رو تقویت کنه نقش مهمی داره. هنگامی که چغندر رو میخورید یا آب چغندر رو مینوشید، مولکول‌های نیترات در نهایت به اکسید نیتریت کاهش می‌یابند. ماده است که برای نعوذ طبیعی و سالم حیاتی است. علاوه بر این چغندر منبع عالی فولاد و منبع خوبی از فیبره، دو ماده مغذیه که برای سلامتی قلب و در نتیجه سلامت جنسی مفیده. چغندر و آب چغندر ممکنه دو درمان طبیعی اختلال نعوذ باشن که باید به لیست رژیم غذایی خودتون اضافه کنید.
روزانه دو فنجان آب چغندر برای افزایش سیترات به میزانی که برای سیستم قلب عروقی مفید هست توصیه میشه. نوشیدن آب چغندر میتونه سطح فشار خون رو پس از یک ساعت کاهش بده. همینطور پس از مصرف آب چغندر ساعتی بعد فشار خون به کمترین حد خود میرسه و تا 24 ساعت پس از مصرف آب چغندر کاملا اثر خودش رو نمایان میکنه. در بیشتر موارد افراد میتونن با خیال راحت چغندر رو بخورن یا آب چغندر رو بنوشن بدون اینکه عوارض جانبی منفی رو تجربه کنن. نوشیدن منظم آب چغندر به دلیل رنگدانه‌های طبیعی موجود در چغندر میتونه بر رنگ ادرار و مدفوع تأثیر بذاره. افراد ممکنه متوجه مدفوع و ادرار صورتی یا بنفش بشن که به آن بتوریا میگویند، اما بعد از چند روز این تأثیرات تغییر رنگ در ادرار از بین خواهند رفت. چغندر حاوی خواص آنتی اکسیدانی هستند و آنتی اکسیدان ها میتونن بر رشد و تکامل سلولی تأثیر بگذارن که به نوبه خود ممکنه خطر بزرگ شدن پروستات رو کاهش بدن. همینطور مواد دوکسروبیسین به طور کامل از رشد سلول های سرطانی پروستات جلوگیری میکنه. در واقع این عنصر موادی است که در غلظت عصاره چغندر موجوده و میتونه رشد غده پروستات رو کاهش بده. آب چغندر همچنین فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی رو در برابر رده های سلولی سرطان پانکراس، پروستات و سینه احیا میکنه. همینطور مصرف چغندر خواص سیتوتوکسید رو در سلول های انسانی سرطان پروستات و سینه افزایش میدهد. آب چغندر نقش مهمی در باز کردن رگ های خونی داره و همچنین جریان اکسیژن رو در سراسر بدن افزایش میده که باعث میشه احساس انرژی و فعالیت بیشتری داشته باشید. به همین دلیله که نوشیدن آب چغندر در صبح برای کمک به بیدار شدن اندام های خواب‌آلود توصیه میشه. اگرچه آب چغندر در دوز توصیه شده ایمن به نظر میرسه، اما هیچ مطالعه‌ای در مورد ایمنی یا عوارض جانبی آن وجود نداره. چغندر دارای نیترات بالایی است و در صورت مصرف زیاد باعث مسمومیت با نیترات در نوزادان میشه. از این رو باید از مصرف آن در نوزادان 3 ماهه یا کمتر خودداری کرد. همینطور قبل از استفاده از چغندر برای عدم تداخل با داروهای مصرفی دیگر اول با پزشک خود صحبت کنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظر خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.